به نام ایران زمین، درود بر هممیهنان ارجمند، سروران گرامی که در این تالار هستند، تالار جنبش رنسانس ایرانی و حزب رستاخیز ایرانگران و دوستانی که ما را از راه یوتیوب تماشا میکنند. این هفته در پیشگاه موبد گرانقدرمون مهندس کامران جمشیدی هستیم و از ایشون خواهش کردیم که این هفته رو در رابطه با بازگشت به ریشه ها، یا این البته این جستاری که خودشون پذیرفتند و خودشون اعلام کردند، خواستیم که مهر بکنند و یک سخنرانی داشته باشند، سخنوری داشته باشند. خب همجوری که عرض کردم، بازگشت به ریشه ها. درود بر شما موبد گرانقدر و سپاس که پذیرفتید و در پیشگاهتون هستیم. خواهش میکنم بفرمایید. سپاسگزارم، درودی میگم به شما جناب قمری گرامی و همه دوستان و باشندگان، چه در این تالار چه کسانی که از راه های دیگر مانند رسانه های مانند یوتیوب ما رو میبینند و یا کسانی که بعدا اینا رو میشنوند. در روی سخن ما به همه کسانی است که علاقمندند به این گفتمان، به این گفتمان ها و همه به دنبال راه نجاتی هستیم برای خود البته و میهن عزیزمون. خب، گفتمان بازگشت به ریشه ها یا به هویت و فرهنگ و آیین پیشین ما ایرانیان پس از شکست و فروپاشی پادشاهی ساسانی به اشکال گوناگون از همون آغاز آغازید و تا همین امروز هم ادامه داشته، حالا چه در ریخت جنبش های فرهنگی و چه سیاسی و مبارزاتی. امروز هم به ویژه پس از فروپاشی دوباره شاهنشاهی در دوران پهلوی و چیرگی دوباره و این بار میشه گفت یک تازانه اسلام سیاسی بر همه بنیادهای، خب از سیاسی گرفته تا فرهنگی و سازمانی و اقتصادی کشور و پیامدهای ویرانگر و ایران برباده اون تا به امروز، بسیاری از هممیهنان رو با این پرسش روبرو کرده، خب چه باید کرد؟ آیا بهتر نیست که دوباره به آیین و فرهنگ نیاکان رو کرد و به آن هویت ایرانی بازگشت؟ خب البته نسل‌های جدیدتر، زادمان‌های جوانتر، اونایی که از اساس بسیارشون با هر چی که نام دین و مذهب و خدا و مانند اونها داره اینا رو همه رو به زیر پرسش بردن و به گونه دوری میکنن از همه اینا، و البته این کاملا فهمیدنی است. و خب گروه های هم اینجا و آنجا از ایرانیان جوان درست شده که خود را حالا بی خدایان و مانند اونها مینامند، که بگویم از دید من بسیار هم نیکوست و میشه با این جوانان هم دیالوگ داشت. خب با این پیش گفتار کوتاه پروانه بدید که خب من هم اندیشه خودم رو بعد پایه تجربه هایی که خودم در این چند دهه داشتم پیرامون این که بازگشت به این که ما ریشه ها میگیم برای چی اصلا خوب است و این ریشه که میگیم چی هست یا چی میتونه باشه، اینا رو با شما در میون بگذارم. البته به شکلی بسیار فشرده کوتاه برای این گفتگوی امروز، تا پس در بتونیم برای اونانی که میخوان بیشتر بدونن، میخوان بیشتر در این مورد در واقع آشنایی پیدا کنن یا گفتگو کنن، میتونیم یک آموز گفتارهایی، آموزش هایی شکلی سامان بدیم و اینها رو در پایان با شما در میون میذارم. ببینید، ما از یک بازگشت یا نوزایی یا بازایی یا بهتر بگیم بازیابیه که میخوایم دوباره بیابیمش، یک جهانبینی و فرهنگ برخواسته از اون سخن میگیم که هرچند ریشه های اون در درون هممون، همه ایرانی ها وجود داره، ولی خب آنچنان در زیر گرد و غبار و آلودگی های فرهنگ ها یا شاید بگیم نافرهنگ های بیگانه و زیانبار گم شده و تاریک شده که دیگه دیدنش هم دشوار شده و
پیام راستینش دیده نمیشه و آنچنان نیز زیر انگهای گوناگون که بهش زده میشه قرار گرفته، که البته از دید اون باورمندان دیگر اینا انگ شمرده میشه، که بسیاری اون رو ندیدن، نشناختند و ردش میکنن. با این همه آنچنان در ژرفنای روح و روان ایرانی و ناخودآگاه ایرانیان وجود داره که تنها کاری که باید کرد کار هنرمندان است، مانند نیاکان ما که تنات یا کنات میکندن، که یکی از نامهاش هم اصلا فرهنگ است، فراهنگ بیاره. ما باید کاریز بکنیم، باید کنات بکنیم، روش کار کنیم تا بیاریمش بالا، فرا بکشیم و از نو بازیابی کنیم. اگر بخوام از پایه های این فرهنگ فقط یه جمع‌بندی آغازین و خیلی فشرده بکنم، از چند مورد سرسری همجور نام میبرم. از یک سو این فرهنگ، این جهان بینی یک نگرشی است انسانی، نیکخواهانه، راستگرا، خرد بنیاد، شادی پرور و خواهان پیشرفت و نو شونده، نو به نو شونده. از سوی دیگر یک ویژگی های بسیار روزه های مهمی مانند میهن دوستی، دلیری یا شیردلی، آزادگی، جوانمردی، دادگری، ایستادگی در برابر دروغ و مبارزه اون به هر شکل اون، و همچنین البته گرامی داشت و پرستاری از زیست بوم و همه جهان زنده و خود زندگی. خب اکنون میتونم اندیشه خودم رو در این مورد این که ریشه رو در چه میدونم با شما در میان بذارم. البته بگم اینو، من برای دوستانی که حالا دیدید یا ندیدید، من یه گفتگوی هم با بانو آتیم صحرا داشتیم و که در کانال های جنبش نوزایی و همچنین پارلمان این گفتگو وجود داره، و در اونجا از یک سری بنیان های فرهنگی که من فرهنگ بنیادین ایرانی می نامم گفتگو داشتیم. خب حالا برخی از اونها رو شاید دوباره گویی بشه، ولی هرچه گفته بشه خوب هست تا بیشتر شنیده بشه و دریافته بشه. من زمانی که از ریشه میگم، دست کم دو چیز رو در نگردم. یکی اون که ریشه انسانیت میتونیم بنامیم و دیگری ریشه های فرهنگی و هویتی. اون فرهنگی که در نگر هست آنگونه فرهنگی است که بر پایه یک جهانبینی انسانی بنا شده، که در اون انسان زمانی انسانیت دارد که بر ریشه خود، بر پای خود ایستاده و میشه گفت بنده و برده و اسیر و عبد و عبید، هیچ کس و ناکس و هیچ ایدئولوژی ویرانگر جان و جهان نیست. حالا شاید پرسیده بشه که این انسانیتی که از اون نامی بریم چیست؟ و تعریفش چیه؟ مرزگوییش کجاست؟ خب پرسش درستیش رو درستی هست و میکوشم که روشنگویی کنم. انسانیت از دید من یا حالا این فرهنگ، من وقتی دوستان یک بار دیگه باید اینو بگم، چون به هر حال اینا داره از اندیشه و زبان من بیرون میاد، من اگر من میگویم برای که خودم هم پاسخگوی اندیشه و گفتار خودم باشم، اگه نه امیدوارم که اینها را از فرهنگم آموخته باشم. انسانیت از دید من داشتن وجدان آگاه است، و وجدان در این مرزگویی، در این تعریف، از آنگونه خردی سرچشمه میگیره که هم در پی راستی هاست و هم نیکی و خوبی رو در راستی میبینه. در نگاه و فرهنگ زرتشتی یا مزدیسنی، مزدیسنی به چیم یا معنای خرد ستایی یا
خردکامی است. در این فرهنگ یکی از نامهای وجدان دعنا است. دعنا یا اوستایی که در فارسی نوین شده دین. اما دعنا یک مفهوم ژرفتر هم دارد و آن بینش است. اصلا خود واژه دعنا از دیدن میاد، یا دیدنی درونی، بینشی که نگاهی فراتر از یا درون مایه‌ای تر از چشم سر دارد که میره توی پدیده ها رو میکاود برای آنکه راستی ها رو از درون اون بکشد بیرون. به دنبال هم گفتیم به دنبال راستی هاست. این چنین بینشی هست، این چنین دعنایی هست که آنچنان وجدانی رو میسازد. چنین بینشی هست که انسان رو با آنجا میرسونه که میتونه اون پیوندهای تار و پودی که بین همه هستیداران هست اما نادیدنی است، بتونه اینها رو با چشم درون ببینه و همسرش بودن خودش رو و پیوستگی خودش رو با همه هستیداران دریابه. و تنها این گونه است که انسان میتونه نیکی خودش رو در نیکی همگان بدانه و شادی خودش رو در شادی همگان بدانه. هر گونه دیگری که شما بیاندیشید به این راه نمیبره، چون در بیشتر، حالا ما نمیخوایم همه رو اینجا در مقام داوری دیگران نشستیم، اما آن بینش ها، آن جهان بینی هایی که این چنین نمی بینند، برای آن کسان فقط خودشون مطرح هستند و در واقع برتری یافتن و پیروزی یافتن بر دیگری و همه رو به شکل خود خواستن. و این چیزهایی که میدانید، به هر حال زیاد وارد این داستان نمیشن، ولی این فرهنگ بسیار ناب هست، این چیزی که ما داشتیم و داریم و باید اینها رو دوباره باز بیاریم. اما در مورد تعریف خدا از دید این فرهنگ، این رو باید گفت و پا فشرد هنگامی که میخوایم به هر حال از این مقوله ها گپ بزنیم، که خدا یک واژه و مفهوم کاملا ایرانی هست و در ادیان دیگر، حالا اون ادیانی که به گفته خودشون میگن خدا باور، نامهای ویژه خود رو داره. و در واقع از زمانی که آن باورمندان به مذاهب دیگر این واژگان ایرانی رو با تعریف خود به کار میبرند، در واقع همه چیز رو هم درهم کردن و هم وارونه کردن. خدای ایرانی که شکل اوستایی اون شکل نخستین اون و ذات یا خود ذات هست، یعنی خود داده، خود زاده، از خود آمده، از خود آفریننده، خود زایاننده، خود افشاننده، توی این مایه هاست. در این دیدگاه میشه گفت خدا بن و ریشه همه آفرینش و از جمله انسان است که خدا بودن و خدا شدن خودش رو در آفرینشش و پیشرفت آفرینش میبینه و خودش با اون در واقع ریشه و درخت و شاخ و برگ همه از یک سرشتند، همه از یک گوهر هستند و همه از هم میان و به هم میپیوندند و به هم پیدایش پیدا میکنند. و هر روی خدای ایرانی هرچه هست، نه حالا اگه با نامها بخوایم بگیم، نه یهوه است و نه پدر آسمانی است و نه الله است، اهورامزداست و آن دانشی است که از خود میآفریند و میزاید.
در اون گفتگو از در مورد خود اشو زرتشت هم گپ زدیم و گفتیم که ایشان یک پیامبر در مفهوم رسول یا فرستاده آنچنان خالقی که این مذاهب می نمایندن نیستند، بلکه ایشان یک بینشور بودند که با همون بینشی که گفتم که در جستجوی خودش در پی راستی ها آن خدای خودش را اون اهورامزدا رو یافت و نامش رو اهورامزدا یا دانش برتر گذاشت، دانش برتری که از خود می آفرید. و ما رو هم با گاته ها یا سروده ها و یا پیام خودش در واقع بر می انگیزاند، با منتراهای خود. ایشان اون گاته ها رو که ما بهش، یعنی کسانی که پس از ایشون اومدن آن را گاته ها یا سروده ها نامیدند، ایشون خودشون مانترا می نامید، یعنی اندیشه برانگیز، و خود رو هم مانتران می نامید، یعنی انگیزاننده. حالا برخی آموزگار می گویند، من بهتر می دانم که بگویم انگیزاننده. و با اینها ما رو می انگیزاند که مانند ایشان در جستجو و پژوهش باشیم تا بتونیم راستی ها و درستی ها رو در بیاریم. و دیگر نه دستوری و نه امری و نه شریعتی برامون گذاشت، نه ما را به بهشت و دوزخ آنچنانی حواله داد، بلکه تنها با همان زبان سرودگونه و استعاری خودش از بهترین و بدترین حالت بودن گفت و پایان راه رو در بهترین حالت خانه اندیشه نیک و سرای سرود نامید و بدترین پایان رو هم سرای بدترین اندیشه نامید. همین، هر گونه تعبیر و تفسیری هم که پس از او از این مفاهیم انتزاعی شد و یا میشه دیگه برمیگرده به خود همان تفسیر کنندگان، نه ایشان. خب اکنون من از شما میپرسم که البته خیلی چیزهای دیگه هم میشه گفت که حالا دیگه اینجا بخوام بازش کنیم دیگه خیلی باید بریم. من از شما میپرسم که فرهنگی که چنین دیدگاهی دارد آیا باید به خود نگاه کند و به خود بازگردد، و یا چون دیگر نافرنگا آمدند و همه این مفاهیم رو با آنچه که خود میباورند آلوده کردند باید از خود بیگانه شد و هرچی که داریم دور بندازیم تا اون آلودگی ها رو به سر از خودمون دور کنیم؟ شاید گفته بشه که خب آری، انقدر این آلودگی، این آلودگی های دین و هرچی که پیرامون این داستان ها میگذره اینقدر زیاد شده که دیگر این جامعه را نمیشود شست، نمیشود سپید کرد، بلکه باید آن را دور انداخت و به گونه جامعه این رو بتن کرد. بسیار خوب، اما این جامعه چه میتونه باشه اگر حالا مذاهب یا ایدئولوژی دیگر نیست؟ چی میتونه باشه؟ خب شاید در پاسخ باز گفته بشه آری، بهتر است با زمان پیش رفت، نو شد، دیگر نیازی به این چیزها نیست، بلکه باید با دانش پیش رفت و دین و مذهب رو از زندگی اجتماعی و سیاسی و به ویژه سیاسی دور کرد و پروانه دخالت نداد. خیلی هم خوب، منم به نوبه خودم میگویم که با کمال میل، چون بدین گونه میشه شاید اون دانش آفریننده رو، اهورامزدا رو هم بیشتر شناخت و به اون نزدیک شد. از سوی هم گفته میشه که به جای آنچه که اخلاق نامیده میشه، که خب از دید برخی اخلاق یک مفهوم دینی یا درست‌تر بگیم اسلامی است، بهتر از همونی که حقوق بشر هست همون رو برگزینیم و رعایت کنیم. خب که من هم میگم که چرا که نه، که اگر اون بشه دست کم پیوندها و روابط میان انسانها با هم دیگر بر مبنای درستی، مبنای بهتری قرار میگه. اما من میپرسم آیا در این حقوق بشر، آیا از حقوق جانوران، از زیست بوم هم سخنی رفته؟ گمان نکنم. و حتی اگرم گفته باشه باز میپرسم که آیا در اندیشه و ذهن
و روان انسان هایی که درگیر و آلوده به چنین مذاهب و آنچنان ایدئولوژی هایی بودن و هستن، اصولا میتونه چنین ذهنیتی شکل بگیره که بتونن همه رو مانند خودشون ببینن و همسرشت خودشون ببینن، و این همه شامل جانوران و گیاهان و زیست بوم هم بشه؟ و آیا فرهنگی که خود رو با همه دیگر آفرینندگان و هستیداران همسرشت و بنابراین هم سرنوشت میدونه و میبینه، آیا شانس بیشتری برای به وجود آوردن جهانی بهتر و زیباتر برای همگان نداره؟ پاسخ من یکی که آریست، چنین است و گزینش من هم چنین بوده و هست. برای اونها که چنین میبینند و برای آنهایی که میخواهند بیشتر بدانند و دست کم دانش بیشتری بگیرند و از زیر و بم های این فرهنگ هم بیشتر آشنا بشن و در نهایت به ریشه های انسانی و فرهنگی و امروز میشه گفت ملی و میهنی خودشون برگردن، همونجوری گفتم در نگه داریم تا یک آموزش های رو، آموز گفتار های رو، انگیزش های رو درباره فلسفه و جهان بینی زرتشتی و مزی هستی و فرهنگ بنیادین ایرانی سامان بدیم و علاقه مندان میتونند با دبیرخانه پارمان یا جنبش نوزایی در پیوند بشن. جناب قمبری، خب دیگه همه میدونید، چه دوستانی که اینجا دارن این سخنان رو میشنوند در این تالار، حتی هموند هستند اونها هم که علاقه مندان بیشتر در این مورد گفتگو بشه، ثبت نام کنید به گونه ای، ثبت نام بدین خاطر که بتونیم یه سامانی داشته باشیم دیگه، تا بعد بتونیم به هر حال روزی و روزهایی رو برای این بابت ویژگی بدیم و بشینیم و بیشتر در این موردها گپ بزنیم. خب من سخن رو کوتاه می کنم و حالا اگر پرسش چیزی است یا به هر حال نظر چیزی است، من در خدمتم باشم. سپاس. سپاس از شما موبد گرامی، بسیار سود بردیم از این آموزه گفتاری که در واقع آموزه گفتار بود، سخنرانی نبود، از آموزه گفتاری که داشتید بسیار سپاسگزارم. و اینکه چشم رفتیم دوستان اگر دیدگاهی دارن، پرسشی دارن، میخوان وارد بحث بشن، در پیشگاهشون هستیم و سپاسگزارم که این آگاهی رسانی رم کردید موبد گرامی در رابطه با برنامه ای که حزب رستاخیز ایرانگرایان و جنبش رنسانس ایرانی برای هممیهنانی گذاشتن که اینها میخوان به ریشه خودشون برگردن، به شناسه خودشون برگردن و از اون فرهنگ نیاکانی خودشون بدانند و حتی به دیگران هم اشاره بدن. به هر حال سپاس از این فراخوانی که دادید. دوستان اگر آرش پرسشی هست، گرامی فرمودن که آرش اسحاقی، سپاس از شما آرش جان، مدتی بود که از شما هم نشده بودم، به هر حال کوتاه فرمودید ولی بسیار نیک فرمودید، سپاسگزارم. آره کوتاه بود میدانم، میگم خیلی بیشتر میشه گفت، حالا ببینیم به چه شکلی میتونیم، چون بیشتر از نیم ساعت دیگه به نظر من گفتگو زیاد میشه و نیاز هم هست که بارهای بیشتری آدم بشینه و گفتگو کنه. به هر حال سپاسگزارم. باربد گرامی است که یک زدن. بفرمایید بابا جان. درود بر موبد گرامی. من یه پرسش من اینه که ببینید، همونجور که خود من تو همبودگاه ایرانی گشتم و دیدم و با اون اندیشه زرتشت آشنایی پیدا کردم، ببینید برای پیاده سازی این فلسفه و فلسفه عملی باید کاربردی بشه تا جواب خودش رو بگیریم. این نیاز به یک مدل رفتاری داره، یعنی شما با صرف گفتن یک مفاهیم به یک نفر نمیشه گفت که اون آقا مثلا خب آگاه شده، ولی این کاربرد اون آگاهی در عمل خیلی حرفه، یعنی خیلی کار میبره تا بخوای یک نفر اون این مفاهیم این کانسپت ها رو بتونه در رفتار خودش پیاده کنه، مخصوصا در جامعه ایران که میدونید چجوری هست، هم بودگاه ایرانی به چه سبکی هست
و مردم خیلی مشغولن و گرفتار. اصلا نگاه بکنید بعضی اصلا ذهنشون گیرایی این مطالب رو نداره، اگه داره زیاد توجه زیادی و باریک بینی زیادی به این مسائل نمی کنن. این یک مسئله. و این میان بعد آموزش هم بدن که چجوری آموزش عملی که اینا رو چجوری بر اساس مثلا شما با یه پدیده مواجه میشی، با هر چیزایی توی زمین های زندگی جوانه زندگی بتونی اینا رو پیاده بکنی و یه کار هنرمندانه میخواد. یک آموزشش اول آگاهی، بعد آگاهی به همه جانبه به صورت روشنگرانه باشه که این آگاهی واقعا به عمل بیاد، که بخواد طرف عمل به کنش واداره. بعد در عمل بایستی بتونه اونو پیاده کنه درست و دقیق و حساب شده، که بتونه هم به خودش آسیبی نخوره تو جامعه. به حال خواهی نخواهی هر کسی هم نیکی بکنه دلیل نمیشه که بتونه چیز بره، یعنی بتونه تو اون جامعه که با دروغ میچرخه نمیشه با نیکی کردن کار رو جلو برد، و بایستی بتونه خیلی مدبرانه خیلی تکتفول بره جلو. یه قضیه دومی قضیه یه مسئله این هست، این است که هر فردی این فلسفه آدم باهوش میخواد، این آدم هم آرامش داشته باشه، هم که باهوش باشه که بتونه اون فرمولا رو به کار ببره. و افرادی باهوش پایین، باهوش 90 یا 100 دقیق نمیتونن اینا رو بتونن فرمولیزه کنن، فرمول بندی کنن، صورت بندی کنن تو رفتارشون، و اینو بتونن به بقیه هم حتی آموزش هم بدن، هم خودشون یاد داشته باشن بعد بگیرن و هم به بقیه آموزش بدن. و این نیاز به یک افراد، حالا نمیخوام مثلا بگم که خیلی، یا مثلا بگم هیچکی نمیتونه یاد بگیره، ولی هر کسی نمیتونه این رو دقیق یاد بگیره و این رو به کار ببره. این دو نقطه که میخواستم بگم که سپاس. تمام آره از من بابت تمام. گرامی، کاملا میفهمم سخنت رو و البته به کوتاهی و فشردگی در سخنانم فکر میکنم بود که این کار کاریست، کار فرهنگی به ویژه در این مورد کاریست زمانبر و کاریست که باید پشتش گذاشت و در واقع یکی از میشه گفت ویژگی های این فرهنگ همون سخت کوشی است که حالا این رو باید میذاشتن توش، باید سخت بکوشیم در این رابطه و هر کدوم از ما باید خودمون پیام رسان این داستان بشیم. ببینید دو گونه هست، یعنی وقتی سخن از آموزش میگیم، حالا آموزش و پرورش رو در واقع باید با هم بیاریم، یعنی به راستی که باید انسان ها در این فرهنگ پرورده بشن. اونجاست که خب سخن از آموزش پرورش میره، سخن از این که اول نخست باید میهنی باشد، یک هازمانی هم بودکایی باشد تا بتوان در اون آموزش پرورش رو و این پایه ها شکل داد، جوانان رو از جوانی به هر حال با بنمایه های این داستان آشنا کرد، پدر و مادرها بتونن فرزندان خودش رو با اینها خودشون آشنا بشن، فرزندانشون رو بار بیارن. و البته نخست یعنی بیشترین پیش نیاز این داستان آزادی است، آزادی فکری، آزادی اندیشه‌ای. نخست باید انسان‌ها آزاد بشن از این زنجیرها، از این قل و زنجیرهای روانی و اندیشه‌ای و باوری و ایمانی و اینها که بر دست و گردن و در واقع اندیشه هاشون و روانشون انداخته شده، از اینها بتونن آزاد بشن، یه خود این گرد و خاک روش رو بتکونن تا یه خود پاک بشن، زلال بشن، بعد خودش خود به خود انسانیت از درونش میاد بیرون و یه چارچوبی هم از بیرون باشه تا بتونن دوباره اون ویژگی ها رو در خودشون پرورش بدن. کار میبره جونم، میدانم، و اینم نیست بیرون گود بشینیم و بگوییم فلان بکن، نه میدونم، به ویژه در درون میهن و به ویژه با تمام شرایطی که خودمون میدونیم، اما باید امیدوار بود، راه دیگری نیست، باید امیدوار بود، باید کوشید، باید مبارزه کرد، مبارزه حالا هر گونه بگیم، انسانها رو باید انگیزاند تا خودشون زنجیرها رو دست و پاشون باز کنن و بیان از نو
بپژوهند. برای همین میگم، برای نمونه این جوانانی که امروز من میبینم، از جمله هست این جمهوری بی خدایان این ور اون ور، خب میبینم اینا خیلی خوب اتفاقا که اینا رو زیر پرسش میبرن، چون خرد نخست اینه که خرد باید زیر پرسش ببره. اینقدر این ادیان ایمانی اجازه ندادن که انسان خودش بیاندیشه، گفتن فقط همین هست، باید بپذیرید، بکن نکن است و امری است، و اگرم اینجوره بکنید خب شما دینداران خوبی هستید، بازم داستان دین، خدا باوران خوبی هستید، اگر هم نم که نمیدونم کافر هستید و فلان هستید. یعنی اینقدر با این ترس ها و اینها انسان ها رو در این قلو زنجیر نگه داشتن که باور کنید حتی بسیاری از اینا هم اگر کسی هم بالا سرشون نباشه، بازم یه چیزی بالا سرشون میبینن که ای وای نکنه من کفر بگم مثلا. اینها باید ایرانی و انسان ها از این چیزها آزاد بشن تا بتونن در واقع خودشون رو باز بیارن. سپاسگزارم بار با جان. خدمتون عرض میکنم که موبد گرامی، اصولا این سخنان، این آگاهی رسانی ها برای اون قشری هستش که قدرت اندیشیدن رو دارن و این اختیارم برای خودشون قائل هستن که بیاندیشن و تصمیم گیری بکنن. بعد حالا دوستانی که در جنبش رنسانس هستن یا در حزب رستاخیز هستن، اکثرا نگاه میکنیم ببینیم از همون قشرن، این قشر فریخته ای هستن که پیوستن و اون اندیشه ایران شهری و اون فرهنگ ایران شهری و اندیشه سیاسی ایران شهری رو به خوبی درک کردند و دارن انجام میدن، میبینن و کنشگری میکنن. خب ما یک راهی داریم برای کسایی که توجه زیاد نمیکنن یا برای کسایی که اون نمیدونم اون قدرت اندیشیدن رو ندارن. ما با رفتارمون، با گفتار نیکمون، با کردار نیکمون یک پیام رسان هستیم و این پیام چیه؟ که ما چگونه میاندیشیم، چگونه داریم کار میکنیم و مراممون چی هست. خب دوستانی که هممیهنانی که توجه زیادی نمیکنن، به تبع وقتی میبینن، کنجکاو هم هستن البته، حالا اونایی که توجه زیادی به این مسائل نمیکنن، نگاه میکنن میبینن که مثلا باربد مشکات چقدر رفتارش مناسبه، چقدر کردارش مناسبه، چقدر سخنان خوبی میگه، این خودش یه پیامه، جذب میشن و بهش جذب میشن و اون موقع است که میتونه مثلا من نوعی، باربد نوعی، دوستان دیگه بیان و اون پیام رو به اون هممیهنی که تا حالا توجه نمیکرده اون پیام رسانی رو انجام بدن. یعنی این وظیفه تک تک ماست که با رفتار و گفتار و کردار نیکمون بتونیم این پیام رو و این فرهنگ سازی رو نسبت به هممیهنای دیگه داشته باشیم و این رو پخش بکنیم. این وظیفه تک تک ماست. برحال ما روی سخنمون با اون دست دوستانی هستش که می اندیشند. حالا بعد دیگه در درجه اول 100% 100% اونها رو میتونیم آموزش بیشتر بذاریم براشون، حداقل از اون زیرو بم های فرهنگ آشنا بشن. روی سخن با چی میگن، با عامه بود، با همگان بود، که اون نیاز به هر حال سازماندهی بهتر و بیشتر و در واقع در اجتماع شدن بود داشته باشه. آرش گرامی هم یک زدن، بفرمایید آرش جان.